قسمت دوم از خوانش کتاب ماتریکس الهی. بیایید این تشبیه هنرمند بوم را یک گام به پیش ببرید. به طور سنتی هنرمندان از آثارشان جدا هستند و ابزار خود را برای بیان بیرونی آنچه که در وجودشان خلق شده به کار می برند. اما از طریق ماتریکس الهی جدایی میان هنر و هنرمند از بین می رود. ما بوم هستیم و نیز تصاویری که بر آن نقش شده. ما همان ابزاریم و نیز هنرمندی که آنها را به کار می‌برد. عقیده آفریدن از خلال آفرینشگر خود ما را به یاد کارتون‌های والت دیسنی دهه‌های 50 و 60 می‌اندازد که در تلویزیون های سیاه سفید تماشا می کردیم. ابتدا دست هنرمندی ناشناس یک شخصیت معروف کارتونی مانند میکی موس را روی صفحه طراحی رسم می کرد. وقتی آن تصویر شکل می گرفت بلا فاصله زنده شده و حرکت می کرد. بعد خود میکی درون همان طرح شروع می کرد به خلق تصاویر شخصیت‌های کارتونی دیگر. ناگهان دیگر به آن نقاش اولیه نیازی نبود و او از تصویر خارج می شد. میکی و دوستانش با دستی که دیگر دیده نمی شد زنده شده و شخصیت پیدا می کردند. وقتی همه در آن خانه خیالی به خواب می رفتند آشپزخانه جان می گرفت. ظرف شکر با نمکدان می رقصید و فنجان و جاکره‌ای همه جا را به هم می ریختند. شخصیت ها دیگر هیچ ارتباطی با هنرمند نداشتند. شاید این ساده نمایاندن بیش از حد عمل کرده ماتریکس الهی به نظر برسد. اما به درک بهتر این ایده نامحسوس و انتزاعی کمک می کند. این که ما هم خلق می شویم و هم خلق می کنیم. همان گونه که هنرمند تصویری را روتوش می کند تا دقیقاً به همانی برسد که در ذهن دارد. ما نیز از بسیاری جهات از طریق ماتریکس الهی همان کار را با تجربیات خود انجام می دهیم. به وسیله تخته رنگ، باورها، قضاوتها، عواطف و دعاهای خود را در روابط، شغلها و موقعیتهای خیانت و حمایتی می یابیم که توسط افراد گوناگون و در مکانهای مختلف به نمایش گذاشته می شود. افراد و موقعیت‌هایی که اغلب به طرز خاطر انگیزی آشنا به نظر می آیند. ما هم به صورت فردی و هم با یکدیگر مخلوقات زندگی درونی خود را
در چرخه پایان ناپذیر، لحظه به لحظه و روز به روز به اشتراک می‌گذاریم. شاید درست مانند یک نقاش که به دنبال بیان کاملی از ایده خود، همان بوم را بارها و بارها به کار می‌برد، بتوانیم خود را هنرمندانی در حال آفرینش دنیایی دائما در حال تغییر و پایان ناپذیر بدانیم. مفهوم بودن در دنیایی قابل انعطاف که خودمان می‌سازیم، وسیع، نیرومند و شاید حتی برای عده‌ای کمی ترسناک باشد. توانایی ما در استفاده هدفمند و خلاقانه از ماتریکس الهی، نحوه نگرش ما را نسبت به نقشمان در جهان هستی تغییر می دهد. حداقل به ما می گوید که چیزهای بیشتری در زندگی هست، بیشتر از اتفاقهای تصادفی و همزمانیهای گاه به گاه که با آنها روبرو می شویم. از همه بالاتر، رابطه ما با آن ماهیت کوانتومی که همه چیز را به هم پیوند می زند به ما یادآور می شود که ما خود آفریننده ایم. به این ترتیب شاید بتوان عمیق‌ترین خواسته های خود را برای شفا، نعمت ها، شادی و صلح در هر چیزی از جسم و مسائل روزمره زندگی گرفته تا رابطه هایمان به ظهور برسانیم و شاید آن را آگاهانه انجام دهیم در زمان و به روشی که خود انتخاب می‌کنیم. همانطور که آن نو آموزان در شعر کریستوفر لوگ در آغاز این مقدمه به سقلمه کوچکی احتیاج داشتند تا پرواز کنند، همه این امکانها به تغییری ظریف و در عین حال قدرتمند در طرز فکر ما درباره دنیا و خودمان نیاز دارد. با آن تغییر، خواسته های ناگفتنی، بلندترین هدف ها و با ارزشترین رویاها ناگهان در چنگمان ظاهر می شوند. همانقدر معجزه آسا که چنین واقعیتی ممکن است به نظر بیاید. همه اینها و بیش از اینها در قلمرو ماتریکس الهی امکان پذیر است. کلید آن تنها پی بردن به چگونگی کار کرده آن نیست، بلکه برای بیان خواسته های من به زبان نیازمندیم که برای این شبکه انرژی آشنا باشند. کهن‌ترین و گرانمایه‌ترین سنت های خردمندانه به ما یادآور می شوند که تنها یک زبان برای حرف زدن با ماتریکس الهی وجود دارد. زبانی که نیاز به هیچ کلام و حرکتی ندارد. زبانی آنقدر ساده که همگی می توانیم به راحتی با آن حرف بزنیم.
زبانی که هر روز در زندگی خود به کار می‌بریم. زبان احساسات بشری. دانش امروزی دریافته که هر بار احساسی را تجربه می‌کنیم، تغییراتی شیمیایی از جمله در pH و هورمون‌هایمان ایجاد می‌شود که بازتاب احساسات ماست. در طی تجربه‌های مثبت مانند عشق، همدردی و بخشش و احساسات منفی مانند نفرت، قضاوت کردن و حسادت، ما در هر لحظه از قدرت تثبیت و یا انکار هستی خود برخوردار می شویم. آن احساسی که چنین قدرتی را در بدن اعمال می کند، قادر است نیروی خود را تا دنیای کوانتوم در فراسوی جسم نیز گسترش دهد. اگر در نظر بگیریم ماتریکس الهی مانند یک پتوی عظیم است که آغاز و پایانش در قلمرو ناشناخته هاست و همه چیز را می پوشاند، شاید به درک آن کمک کند. این پوشش لایه‌هایی در عمق‌های مختلف داشته و همیشه در همه جا هست. جسم ما، زندگی ما و هر آنچه که می‌شناسیم در میان الیاف آن وجود دارد و روی می‌دهد. از همان ابتدای به وجود آمدن در رحم مادر تا ازدواج، طلاق، دوستی‌ها، شغل‌ها و همه تجربه‌هایمان را می‌توان به مثابه چین‌هایی در این پتو دانست. از دیدگاه کوانتومی همه چیز از اتم‌های ماده و تیغه‌های نازک علف گرفته تا کالبدهای ما این سیاره و فراسوی آن را میتوان به همخوردگی هایی در الیاف نرم این پتوی زمان مکان محسوب کرد. شاید تصادفی نباشد که در سنت های معنوی و ادبی باستان هستی را همین گونه توصیف کردند. برای مثال وداها درباره یک شعور ناب واحد سخن میگوید که در تمام جهان هستی نشت کرده و آن را در بر میگیرد. در این سنت ها احساسات، عواطف، عقاید و همه قضاوت‌هایی که به دنبالشان می‌آیند، همچون به همخوردگی‌ها و آشفتگی‌هایی پدیدار می‌شوند که در یک بستر نرم و ساکن ایجاد می‌گردند. به همین صورت در کتاب سین یات ذهن ایمان ویژگی های ماهیتی شرح داده می شود که طرح اولیه هر چیزی را در این جهان داراست. این ماهیت به نام تاو وصف ناپذیر است، همان گونه که در آیه های ودا نیز ملاحظه می کنیم. آن همه چیز است، ظرف همه تجربه ها، همچنان که خود آن تجربه ها.
تائو به طور کامل این گونه توصیف می شود، همچون فضایی که در آن هیچ چیز نه زیاد است نه کم. بر طبق سین سین مینگ، زمانی که آرامش تائو را با قضاوت‌هایمان برهم می‌زنیم، هماهنگی آن از ما می‌گریزد. وقتی این اتفاق اجتناب ناپذیر می‌افتد و ما خود را در دام احساس خشم و جدایی می‌یابیم، این متن راه حلی برای بهبود این وضع ارائه می‌دهد. برای آن که به آرامش و هماهنگی با این حقیقت برسید، فقط بگویید هیچ دویی نیست، هیچ چیز از هم جدا نیست، هیچ چیز بیرون نیست. هرچند قبول دارم تشبیه تفکرات ما اختلال و به همخوردگی هایی در ماتریکس می تواند برخی از جنبه های شاعرانه زندگی را از آن بگیرد، اما می تواند به خوبی دنیای من را مجسم کند. برای مثال، اگر خواهان روابط جدید مناسب و مثبتی هستیم و می خواهیم رابطه عاطفی سالمی را به زندگی خود بیاوریم، یا راه حلی صلح طلبانه برای خاورمیانه بیابیم، باید یک به هم ریختگی و حرکتی نو که منعکس کننده خواسته ما باشد را در این گستره ایجاد کنیم. باید یک چین خوردگی تازه در آن چیزی ایجاد کنیم که فضا، زمان، کالبد و زندگی ما از آن ساخته شده است. این رابطه ما با ماتریکس الهی است. ما از قدرت تصور کردن، رویابینی و حس کردن امکانهای زندگی از درون خود ماتریکس برخورداریم که می تواند آنچه را ایجاد کرده این به ما بازگرداند. هم سنت‌های کهن و هم دانش مدرن عملکرد این آینه کیهانی را شرح دادند. به طور مسلم وقتی این مطالعات بتوانند برخی از رازهای جهان را افشا کنند، پس می توانند برای سوالات عمیق ما درباره وجود خودمان نیز پاسخی داشته باشند. ما از ماهیت دقیق ماتریکس الهی چیزی نمی دانیم. صادقانه بگویم که علم همه پاسخها را ندارد. دانشمندان حتی مطمئن نیستند که منشأ آن چیست. می توان 100 سال دیگر درباره آن مطالعه کرد و باز پاسخ کامل را به دست نیاورد. اما آنچه واقعا می دانیم وجود ماتریکس الهی است. این که هست و ما می توانیم از طریق زبان احساسات خود به قدرت خلاق آن دست پیدا کنیم. این دانش را می توان به روشی مفید و پرمعنا در زندگی به کار برد
و آن وقت است که دیگر نمیتوان انکار کرد که ما با همه چیز در ارتباطیم. در پرتو این ارتباط به توان واقعی خود پی میبریم. این آگاهی به ما قدرت میدهد تا افرادی صلح طلب و مهربان شویم و فعالانه برای خلق دنیایی تلاش کنیم که بازتاب دهنده این ویژگی هاست و بیش از این. از طریق ماتریکس الهی بر روی این صفات تمرکز کرده و آنها را در تکنولوژی درونی احساسات، تخیلات و رویاهای خود به کار می‌بریم. به این ترتیب به جوهره قدرتی دست پیدا می‌کنیم که زندگی و دنیای ما را تغییر می‌دهد. درباره این کتاب، تجربه با ماتریکس الهی را از بسیاری جهات میتوان با نرم افزاری کامپیوتری مقایسه کرد. در هر دو مورد دستورالعمل‌ها زبانی قابل فهم را برای سیستم به کار میبرند. این زبان برای کامپیوتر کدهای عددی 0 و 1 هستند. آگاهی و شعور نوع متفاوتی از زبان را می طلبد که در آن اعداد، الفبا و حتی هیچ کلامی به کار نمی رود. این که ما خود بخشی از ماتریکس الهی هستیم به این معناست که هر چیزی را که برای ارتباط با آن مورد نیاز است داراییم و هیچ نیازی به یک دستورالعمل و تمرین خاص نداریم. زبان باطن تجربه جهانی عواطف ماست. ما به خوبی با عشق، نفرت، ترس و یا بخشش آشنا هستیم. احساسات همان دستورالعمل‌هایی هستند که ماتریکس الهی را برنامه ریزی می کنند. پی بردن به این موضوع می تواند مهارت ما را برای آوردن شادمانی، شفا و صلح به زندگی افزایش دهد. این کتاب قرار نیست اثری درباره تاریخ علم یا فیزیک نوین باشد. امروزه متون فوق‌العاده زیادی این اطلاعات را به آگاهی ما می‌رسانند. برخی از آنها را در اینجا به عنوان منابع نام بردم. برای مثال فرافضای میچو کاکو و تمامیت و نظم تلویحی دیوید بوه. آنها روشی نوین برای نگریستن به دنیا معرفی می کنند و من خواندن همه آنها را پیشنهاد می کنم. این کتاب در نظر دارد یک راهنمای مفید باشد که بتوان آن را برای تمام رازهای زندگی روزمره خود به کار برد. به همین دلیل در آن بیشتر بر روی نتایج انقلابی و غیر منتظری آزمایش‌های کوانتوم تأکید کردم.
به جای آنکه بیش از حد در جزئیات تکنیکی این آزمایش ها فرو برود. برای ما درک قدرتی که شفا، شادمانی، عشق و همیاری را به ظهور می رساند به اندازه نکات تاریخی اهمیت دارد. مهم این است که بر آنچه نتایج نشان می دهند تأکید کنیم تا بر روی نکته های ریز چگونگی انجام آن مطالعات. برای آنهایی که ممکن است به جزئیات تکنیکی علاقمند باشند، منابع را به صورت پانوشت آوردم. برای بسیاری از مردم، دستیابی به موفقیت در دنیای فیزیک کوانتوم تنها حقایقی جالب محسوب می شود. مطالبی که باید در کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی و یا در حین نوشیدن شیر قهوه در استارباکس به آنها پرداخت. مفهوم این دستاوردها هر قدر هم عمیق باشد و هر قدر فلسفه آنها ما را به اوج ببرد، باز هم کمترین ارتباطی با زندگی روزمره ما پیدا نمی کند. برای مثال، دانستن اینکه یک ذره از ماده می تواند همزمان در دو مکان باشد یا اینکه الکترون ها می توانند سریع‌تر از آنچه اینشتین گفته حرکت کنند، چه فایده ای دارد وقتی نتوان آنها را به طریقی وارد زندگی خود کنیم؟ تنها زمانی که بتوانیم این کشفیات گیج کننده را با درمان جسم یا آنچه در فروشگاه ها، اتاق های نشیمن، فرودگاه ها و کلاس های درس تجربه می کنیم ربط دهیم، برای ما اهمیت پیدا می کنند. ماتریکس الهی بر روی شکاف میان اسرار دنیای کوانتوم و تجربه های زندگی روزمره پل می زند. این کتاب علاوه بر توضیح یافته ها، ما را یک قدم به پیش می برد. شرح این که چگونه آن دستاورد ها می تواند کمک کند تا انسان های بهتری شویم و دنیای بهتری بسازیم. من این کتاب را به یک دلیل نوشتم، برای تقدیم کردن حسی از امید، امکان و اختیار در دنیایی که احساس کوچک، غیر مؤثر و درمانده بودن را به ما القا می کند. و می خواهم این کار را به شیوه محاوره‌ای انجام دهم و دریافت‌های شگفت‌انگیز علم جدید را به روشی توضیح دهم که قابل فهم و جالب باشد. تجربه هم در جریان کنفرانس‌های زنده نشان داده است که برای ایجاد یک ارتباط واقعی با حضار، باید به روش آموختن آنها احترام گذاشت. اینکه فکر کنیم چپ مغزیم یا احساس کنیم راست مغزیم مهم نیست،
زیرا ما هر دو سمت مغز را برای درک این دنیا به کار می‌بریم.